سلام دوستان نهایت عزیز خوش آمدین به درس چهارم ورد 2021 من رامین عزیزی هستم از چینل تگاب در درس قبلی ما شما خواندیم که چطور بتانیم بالای فایل ورد خود پروتکشن ها یا رسترکشن های مختلف را بکنیم تا که فایل ما امن شود و در ضمن نزی خواندیم که چطور بتانیم مشخصات مختلف داکومنت خود درج بکنیم یعنی پروپرتیز در این ویدیو ما شما میخوانیم که چطور بتانیم از check inspect داکومنت استفاده بکنیم check accessibility استفاده بکنیم و check compatibility که از نامش معلوم میشه که خاطر چک کردن استفاده میشه اگر در داکومنت ما موارد مختلف تطبیق شده فرض که بعض تکست ها پنهان از پروپرتیز استفاده شده که رویتا در داکومنت ما معلوم نمیشه اگر ما خواسته باشیم که چک بکنیم که کدام موارد دیش استفاده شده یا نشده در این صورت از این سه آپشن استفاده میکنیم خب میریم بالای کامپیوتر موضوعات عملی کار میکنیم خب دوستا در درس قبلی ما و شما یک فایل ایجاد کرده بودیم به نام تگپ که ما این فایل باز میکنم یک اندازه محتویات درد شده و در ضمن از این فایل که ما شما از قسمت فایل پراپرتیز هم درد شده میریم در بخش انفارمیشن ببینید در بخش پراپرتیز از که در این قسمت مشخصات مختلف تطبیق شده و ادوانس پراپرتیز هم اگر بریم تایتل ها تمام مزوی مسائل از است خوب میاییم در قسمت چک فار ایشوز انسپیکت داکومنت اول موضوع داریم انسپیکت داکومنت انسپیکت داکومنت چی میکنه دوستا اگر در فایل ما و شما داکومنت پراپرتیز استفاده شده باشه و بعض موضوعات هدن یا پنهان شده باشه داخل داکومنت ما و بعض موارد دیگه هم که ما اگر بالای inspect داکومنت کلک میکنم از جمله comments هست اگر استفاده شده باشه بر ما چک میکنه نشان میده که استفاده شده یا خیر ویژن از ورژن است پراپرتیز است ادنس است مختلف موضوعات ما و شما در دا اینجا داریم که در مجموع تمام از این کدام یکی را که اگر ما خواسته باشیم که چک بکنه از اینجا چک مارک میکنیم و اگر نخواسته باشیم ان چک میکنیم حالا طور مثال یک چند دانه زیر عملی ما شما کار میکنیم فرض کنین هیدن تکست من اینجا یک اندازه تکست پنهان میکنم در این قسمت ما اینی تقریبا پنج پاراگراف تگپ انتخاب میکنم میریم در بخش فاند که درس بعدی ما شما هست. من در بخش فاند در گروپ فاند از اینجا میگم که ایره بر ما هایت بکو یا پنهانش بگو. اوکی میکنیم ببینید دوستا یک اندازه محتویات پنهان شده و پراپرتیز هم درد شده حالا اگر ما بیم در بخش انفارمیشن چک فار ایشوز انسپکت داکومنت بگویم چک بکو بر ما یس yes برش بگویم چی رو چک بکنه اینی موارد چک بکنه تمام از بر ما چک بگو که دی دا داکومنت شده یا نشده inspect document برش میگیم ببینید دوستان میگه comments استفاده نشده document properties چی میگه؟ میگه the following document information was found چی؟ document properties و authority یعنی ده ای document ما document properties دارد استفاده شده دیگه ادنس استفاده نشده خلاصه ده اینجا هیدر و فودر و موضوعات دیگیش اما در قسمت پایین اگر بیم میگه hidden text was found یعنی تکست یا نوشته پنهان شدگی پیدا شد دو مورد در اینجا پیدا شده خوب دوستا در دا این داکومنت خب ما می که ای عمل انجام دادیم اما در دا داکومنتی که نمی باز از این مورد استفاده میکنیم از این آپشن ای بر ما بسیار مفید تمام میشه. خب آله اگر ما بیایم خواسته باشم که در قسمت امی هیدن تکست از اینجا ریموو بکنم کاملا پاک شود یا پس دوباره میخوای که هاید شوه حالا ما چی میکنم که امید تکست خود انهاید میکنم یکی که فعلا من میفهم که در بین تگپ و ای پاراگراف است این سلکت بکنم بر ما شما نتیجه میده یا ای که اگر نمیفهمید کدام جاها پنهان شده یک سلکت آل بکو کنترل ای سلکت آل میکنیم بعد از اون میاییم در قسمت فاند از اینجا برش میگیم که هایدن تکست چک میکنیم دوباره ان چک اوکی میگیم دوباره تکست ما شما ان هاید میشه حالا اگر ما بیایم در قسمت انفورمیشن انسپکت داکومنت وقتی ما انسپکت بکنم یس yes بگویم از اینجا بر ما شما پراپرتیز خود داره اما وقتی که ما از اینجا برش بگویم که انسپکت داکومنت اینی هایدن تکست باید دیگه فاوند نشه پیدا نشه چون ما چیز پنهان شدگی نداریم ببینید دوستا هایدن تکست نشد همه داکومنت پراپرتیز داره اگر خواسته باشین از اینجا میتونین پراپرتیز هم میره داکمنت ها پاک هم بکنین و ای که در درس قبلی هم خوانده بودیم انفارمیشن یه پراپرتیز که ما شما در دا موقعیت داریم تمام این معلومات از قسمت خود فایل پراپرتیز از اینجا میتونیم که ای را پاک بکنیم پراپرتیز بخش دیتیلز ریموو پراپرتیز اند پرسونال انفورمیشن یعنی از این قسمت هم میتونیم که شما را پاک بکنید. اما ما پاک نمیکنم موضوع بود که چطور ما شما از inspect document استفاده میکنیم موارد که در داکومنت ما تطبیق شده باشه و ما اگر خواسته باشیم بفهمیم که چی تطبیق شده و چی نشده از این کار میگیر دیگه داریم چک accessibility خوب دوستا بعضی کسایی که مشکل بینایی چیز دارد در داکومنت درست استفاده کرده نمیتونم میتونه که از این آپشن چک اکسسیبیلیتی استفاده بکنه چه قسم به طور مثال در دا این داکومنت خود ما یک اندازه تکست انتخاب میکنیم فرض کنین از این قسمت من میایم بخش فونت کالر رنگ از این فرض کنین از اینجا ما و شما سفید میسازیم یا یک اندازه سفید و این قسمت دیگر رو میگیریم بیخی رنگش تغییر میدیم میگیم که بیخی سفید باشه حالا ببینید دوستا این تکست ما شما در اینجا معلوم نمیشه این تکست در اینجا بسیار ضعیف معلوم میشه اگر ما بیم در بخش انفارمیشن و از اینجا براش بگوییم که چک اکسیسیبیلیتی بالای زی کلک بکنیم ببینید در اکسیسیبیلیتی چی میگه هارد تو رید سه پاراگراف بر برمو یه اینجا پیدا کرده که ای سه پاراگراف یکی ای است دیگه شام ای است و دیگه شام ای پاراگراف است میگه اینی سه پاراگراف اکسسیبیلیتی درست نداره درست خوانده نمیشه درست دیده نمیشه میخوای که ای را تغییر بدی بالاش کلک کو بیا از اینجا میتونی که فاند کالا را تغییر بدی از این از ای قسمت ببینید دوستا میتونیم که فاند کالا را تغییر بدیم و یا که پیچ کالا را هم میتونیم تغییر بدیم اگر ما بیایم از اینجا رنگ از تغییر بتون بگویم به رنگ بلک باشه سکنه اوتومات مشکل از او پاراگراف ما حل شد آل دیده این قسمت که یک اندازه درست دیده نمیشه این موقعیت پاراگراف هم اگر خواسته باشیم میتونیم از اینجا انتخاب بکنیم که یا فاند کالر درست باشه و یا حالا ببینین بی مگه هیچ مشکل وجود نداره از لحاظ اکسیبیلیتی خب پس ای در کجا استفاده میشه اگر شما کدام داکومنت استفاده میکنین و مشکوک میباشین که در کدام جای تکست است یا کدام قسمت درست تکست خوانده نمیشه بخواین که بفهمین که کدام تکست های ما شما در اینجا یک حالت داره که درست خوانده نشه باز میتونین که از این آپشن چک اکسیبیلیتی استفاده بکنین بخش بعدیش ما شما داریم در اینجا چه کمپتیبلیتی در صورتی که ما شما از ورژن‌های های مختلف استفاده بکنیم در این صورت کمپتیبلیتی استفاده خاص خدا داره چطور؟ فعلا ما شما ورد 2021 استفاده میکنیم ما از بعض آپشن های استفاده میکنم که ممکن در آفیس های 2003 یا موجود نبوده باشه بازهی صورت دو فایل های ورد ما و شما دمو ورد ما و شما کمپیتیبیلیتی درست نمی داشته باشه ما طور مثال از اینجا می میگم انزرت د بخش تکست باکس امین تکست باکس ها رو ما و شما در 2003 هم داشتیم اما در دا اینجا یک ذره فرق کرده فرض کنین ما در اینی موقعیت می یک تکست باکس داشته باشم این از اینی تکست باکس این تکست باکس دیزاین تطبیق شده و ممکن از اینجا بعضی از افکت های دیگر را تطبیق بکنیم مثل 3D مدل و غیره و غیره موضوعاتی که دو نیست حالا مثلا یکی می خب ده اینجا من این شپ انزرت کردم و حالا فعلا خوب... خوب صحیح منظم کار میکنه اگر ما بیایم بگوییم که فایل این را بر ما سیو کو در قسمت دسکتاپ فرض کنیم به نام تگاب گپ 2003 و از اینجا تایپش هم تغییر میدیم به شکل 2003 داکومنت 2003 که با شکل دی بر ما سیف بکنه مجرد کمی سیف بکنیم سایی که اینجا آپشن کمپتیبیلیتی آمد دوستا چک چکر اینجا آمد برد میگه که اینی بعض شپایی که تو استفاده کردی داخل از این با ای 2003 کمپتیبل نیست اگر ما برش بگویم که کمپتیبل با وجودی که نیست پیش برو کانتینیو برش بگو با زی صورت اونمو افکتار کاملا چی میکنه از بین میبرد دوستا. به خاطر که در 2003 کمپتیبل نیست و اینجا هم با چون در 2021 باز کردیم کمپتیبلیتی مود آمد خب این بود موضوع قسمت انفارمیشن از بخش کمپتیبلیتی چک کمپتیبلیتی که پیشتر هم ویندوی آمد مربوط از این میشد آل فعلا اینمی فایل ما و شما که تک گپ 2003 است کلوز کردم ببینید دوستا این تک گپ 2003 در قسمت پراپرتیزش اگر ما و شما بینیم این دی است. سی است فرمت 2003 است اکستنشن 2003 اگر من این 2003 را باز میکنم در 2021 در این صورت در بالا میگه کمپتیبیلیتی مود چون این سازگار نیست مگر خواسته باشم میره سازگار بسازم چی باید بکنم ایره باید ما شما از دیوسی به DOC دیو تبدیل بکنیم یعنی به فارمت 2021 را سیو بکنیم میان در قسمت فایل بخش انفارمیشن چی از اینجا کمپتیبلیتی مود کانورت برش بگویم این کار را بکنم اوکی ببینین مستقیما کانورت شد و امو افکت دوباره بر ما شما برگشت یا چی بریم از اینجا سیو برش بگویم حالا اگر ما بیایم یک بار برش بگویم که سیو یعنی حالا این امیت گپ دو هزار سه با وجود که افکت شما آمده اگر ما بیم در پروپرتیز ازی در قسمت پروپرتیز ازی در اینجا بر ما شما اکستنشنش از دیوسی سی به دیو تبدیل شده خوب یک موضوعه که دیگه که در این قسمت بر ما شما باقی مانده او رو بگویم میم در بخش تک گپ باز کردیم میم در قسمت انفارمیشن و پایین ما شما داریم منیج داکومنت و در منیج داکومنت بخش ریکاور داریم دوستا فایل های داکومنت هایی که ما شما در ورد استفاده می کنیم اگر بعضی اوقات فایل خود ما شما سیف نمی کنیم دفتا کمپیوتر هنگ میشه یا برق بالایش میره که ما داکومنت خود سیف هم نکرده باشیم باز در این صورت یک حالت داره همی ورد ما و شما که ای را به شکل اتومات پیش خود ریکاور میکنه سیو میکنه یعنی بای دیفولت هر ده دقیقه بعد ای پیش خود چی میکنه ای ریکاور میکنه پیش خود سیو میکنه اگر تا ده پیش از ده اگر کلوز میشه ما دیتا خود لاست میکنیم یا داکومنت خود اما اگر از ده بیشتر میشه بازدهی صورت ای پیش خود یک کاپیش سیو میکنه دا اگر خواسته باشیم میتونیم که از اینجا بیایم برای بگوییم که ریکاور ان سیو داکومنت و دا اینجا داکومنت هایی را که ببینیم ما سیو نکردیم از پیش ما کلوس شده یا کامپیوتر هنگ شده فرض کنین یا ریستارت کردیم یا کامپیوتر شددان شده برقه سرش رفته خلاصه اون فایل هایی که ما ان سیفت بود به شما سیف نکرده بودیم در اینجا کامپیوتر اتومات پیش خود چی کرد؟ ریکاورش کرد آل من میتونیم که از یا استفاده بکنم خب اینجا یک سوال خلق میشه که چطور اگر فایل ما تا ده دقیقه فرض کنی نباشه یک فایل که پنج دقیقه ما بالای شش دقیقه کار کردیم اگر برق بالای کامپیوتر ما میره یا سیستم هنگ میشه یا پروگرام کلوز میشه آیا وام ریکاور میتونه شود؟ در اینجا فعلا ده این حالت که از جواب ای است که نمیشه اما ما اگر خواسته باشیم رای وجود داره چطور این کار میکنیم میم در قسمت فایل بخش آپشنز در آپشنز آمدیم در قسمت سیف در اینجا ببینید دوستا سیف و تو ریکاور انفارمیشن ایوری تن منت یعنی هر دادق بعد ای چی میکنه پیش خود اوتوریگور میکنه پیش خود سیف میکنه این فایل ما و شماره اگر ما سو هم نکنیم کامپیوتر پیش خود سیو میکنه اما ما میگیم که نه ده دقیقه بسیار زیاد است ایره بر ما هر پنج دقیقه چی بگو پیشت سیو بگو یا هر چهار دقیقه هر سه دقیقه چقدر که خواسته باشی میتونی برش تطبیق بکنیم. حالا 5 دقیقه را که انتخاب کردیم اوکی کردیم حالا چی میکنه کامپیوتر ما شما در هر پنج دقیقه یک کپی از این داکومنت که سرش کار میکنیم پیش خود سیو میکنه اگر کدام وقت برق سر کامپیوتر میره یا کامپیوتر هنگ میشه یا هر حالتی که بیایه باعث از, از این شوه که ما فایل خود سیف نکرده کرده باشیم و دفتن کلوز شوه این پیش خود سیف میکنه و ما شما میزنیم که از قسمت فایل بخش انفارمیشن از اینجا ریکاور بکنیم این هم موضوع درس فیلی ما شما